رسانه های عراق از بازگشت شتاب زده مالکی به بغداد بلا فاصله بعد از ملاقات با اوباما خبر دادند. خبرگزاری کل العراق اول نوامبر در یک خبر فوری نوشت نوری المالکی سفرش به ایالات متحده را به دلیل یک امر اضطراری قطع کرد و بعضی از برنامه های از قبل تعیین شده را لغو کرد. یک منبع گفت یک امر اضطراری مالکی را مجبور کرد تا سفرش را قطع کند و این سفر را که قرار بود 5 روزه باشد به یک سفر 4 روزه تبدیل کند. أوضاع مرتبكة جدا تأخر موعد وصول السيد المالكي نحن ننتظر من الساعة 10 صباحا تلفزيون التغيير وضعیت بسیار به هم ریخته است. ما از ساعت 10 صبح منتظر دیدار مالکی با اوباما بودیم، ولی این دیدار به تأخیر افتاد. حدود ساعت 13 مالکی با تأخیر 4 ساعته وارد کاخ سفید شد. ناظران گفتند این تأخیر به دلیل تظاهرات بزرگی بوده است که عراقیان و ایرانیان مقیم آمریکا برگزار کردند. همه میگویند این تأخیر ناشی از همین تظاهرات است. تأخیر جاء حسب ما اكد لنا عده مراقبين بسبب التظاهرات الحاشدة للجالية العراقية وكذلك للجالية الإيرانية المتواجدة هنا في واشنطن. موضوع دیگر این که نخست وزیر عراق دیدارش با عراقیان مقیم آمریکا را لغو کرده است. شاید به دلیل همین تظاهرات باشد. اینجا پلاکارتهایی علیه مالکی در دست مردم دیده می شود. اعضای کنگره تهاجم سنگینی به مالکی کردند. همچنین میزبانی از او بسیار بد بوده است و حتی گفته شده است که او در هتلی به حساب عراق اقامت کرده است. آیا این وضعیت به معنی وجود کارت قرمزی به مالکی است؟ مالکی نسبت به صحبت‌هایی که تعدادی از اعضای کنگره با او کردند و برای او ناگهانی بود بسیار ناراحت و رنجیده بود. در محافل مطبوعاتی آمریکا و محافل مردمی عراق و حتی توسط اعضای کنگره نیز از مالکی استقبالی نشده است. مالکی تا این لحظه از دیدارش هیچ نتیجه‌ای نگرفته است. او برای گرفتن سلاح آمده بود، ولی همه اعضای کنگره که ما با آنها دیدار کردیم و آنها نیز با مالکی دیدار کرده بودند با دادن سلاح قبل از اینکه تعهد بدهد که شروط و خواسته ها را برآورده کنند مخالفت کردند. همچنین در محافل میهمانان کاخ سفید از او میزبانی نشده است و او در هتلی در نزدیکی کاخ سفید سکونت کرده است که این وضعیت تأثیر زیادی روی او داشته. مسائل زیادی در این دیدار پیش آمده است که هنوز آثار آن بارز نشده. يعرفون بأن العراقيين المتواجدين هنا في الولايات المتحدة حملوا على رئيس الوزراء السياسي. جوانان عراقی در پارک مجاور کاخ سفید سیاست‌های مالکی را محکوم کردند. آنها مالکی و پسرش را مسخره کرده و خواستار کنار رفتن آنها شدند. فيما يخص ولده أحمد وكتبوا عبارات كثيرة منها ارحل أنت وحمودي وغيرها. علاوه بر این ایرانیان مقیم آمریکا و شخصیت‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر و تعدادی از اعضای کنگره آمریکا در تظاهرات بزرگ در مقابل کاخ سفید شرکت کردند و سیاست‌های مالکی را محکوم نمودند. به خصوص مجاهدین خلق خواستار آزادی 7 گروگان هستند. داخل مسيرات حاشدة أمام البيت الأبيض منددة بسياسات المالكي تجاه مجاهدي خلق وتجاه الإيرانيين المتواجدين عن الأراضي العراقية. وال ستريت جورنال در یکی دیگر از گزارش‌های خود نوشت دیدار مالکی تیرگی و تنشی را با ایالات متحده نمایان می‌کند. در حالی که اوباما و مالکی ملاقات می‌کردند، مخالفان ایرانی در مقابل کاخ سفید علیه حمله به کمپ مخالفان ایرانی در عراق از جمله در سپتامبر که در آن 10 نفر کشته شدند اعتراض کردند. نوری مالکی در حالی که نتوانست کمک‌های نظامی آمریکا را دریافت کند، بعد از یک دیدار تیره و تار از واشنگتن به بغداد بازگشت. این دیدار علل و درمان افزایش خشونت در کشورش را به نمایش گذاشت. سناتور رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت که او از دیدار خود با مالکی به شدت مایوس شده است و گفت مالکی به این موضوع برای درخواست سلاح آسیب رسانده است. آقای منندز در یک مصاحبه گفت اگر این دیدار برای محکم کردن اعتماد و حمایت آمریکا بود،
او مطمئنن این کار را برای من انجام نداد. قانونگذاران و بسیاری از مقامات نظامی آمریکا گفتند که افزایش حضور شبه نظامیان به دلیل شکست مالکی در تقسیم قدرت با اقلیت‌های قدرتمند سنی و کرد است. تلویزیون یورونیوز در همان حال که باراک اوباما و نوری مالکی با هم دیدار می‌کردند، ایرانیان و آمریکاییان مخالف مالکی در مقابل کاخ سفید تظاهرات کردند. آنها از اوباما خواستند تا نوری مالکی را به خاطر کشتار 52 تن از ایرانیان مخالف در اول سپتامبر در عراق مورد حسابرسی قرار دهد. As the two leaders met, Iranian-American opponents of Maliki demonstrated across the road from the White House. President Obama, take action! They called on Obama to hold Maliki accountable for the massacre of 52 exiled Iranians on September the 1st in Iraq. تلویزیون ABC واشنگتن گفت تظاهرکنندگان در مقابل کاخ سفید خواستار پاسخگویی حکومت عراق شدند. آنها گفتند قبل از آن که رئیس جمهور اوباما هر گونه مساعدتی را در نظر بگیرد، مالکی باید به سوالاتی پاسخ دهد و اقداماتی صورت دهد. آنها به کشته شدن 52 ایرانی مخالف در کمپ پناهندگان در عراق اشاره دارند. در میان کسانی که کشته شدند، تظاهرکنندگان نیروهای امنیتی عراق را به گرفتن 7 گروگان در این حمله متهم می کنند. این گفته آنها در یک تبلیغ تلویزیونی که از اوباما خواستار مداخله می شود آمده است. پاتریک کندی گفت نوری مالکی از یک اقدام در کتاب ها تقلید می کند که به جای برخورد سیاسی با مخالفان به سادگی آنها را بکش. نیوت گینگریچ رئیس پیشین کنگره آمریکا گفت مالکی بیشتر از رژیم ایران می ترسد تا از ما. تامریچ وزیر پیشین امنیت ملی نیز خطاب به مالکی گفت پیام ما ساده است، 7 گروگان را آزاد کن و ما می دانیم که آنها نزد تو هستند و بعد ما در مورد سلاح صحبت خواهیم کرد و بعد در مورد کمک صحبت خواهیم کرد. Heightened security in downtown D.C. this week, including the closure of southbound lanes of 14th Street, which will remain closed through tomorrow morning at 10 a.m. This stepped-up security is due to the Iraqi Prime Minister's visit. In fact, he appealed to President Obama today for more U.S. assistance to beat back the violent insurgency in his country, but protesters gathered outside the White House today demanded accountability from Iraq. Thousands of protesters called on Prime Minister Nouri al-Maliki to take responsibility for the deaths of 52 Iranian dissidents in a refugee camp, including the younger brother of California resident Afzal Afzalnia. Make the people who did this massacre accountable and bring them to the justice. That's all we want. These protesters also accuse Iraqi security forces of taking 7 hostages in the attack. Their claims are being featured in a new TV commercial calling on President Obama to intervene. On orders from Tehran, Iraqi forces executed 52 unarmed dissidents. Baghdad denies involvement and vows to investigate the incident, but this bipartisan coalition says common sense suggests otherwise. Nouri al-Maliki is taking a page out of the old playbook just to try to kill your opponents, as opposed to how do you, in a political process, bring them in. I think he's far more afraid of the Iranians than he is afraid of us. But the Prime Minister says the security situation in this country is urgent. UN reports violence across Iraq killed nearly 1,000 people in October in car bombings, shootings, and other attacks. The situation is deteriorating because Al-Qaeda and its organizations are bad. Still, these protesters argue if al-Maliki remains prime minister, American soldiers will have died in vain. 3,000-4,000 of them died, I think, in vain if we keep this dictator. That's worse than Saddam, in my opinion. We just received video of al-Maliki's Oval Office visit with President Obama. It lasted about 2 hours. It's their first meeting since December 2011, 6 days before the last American troops left Iraq. The White House says they discussed today ways that they can work together to target al-Qaeda in Iraq. However, Mr. Obama stopped short of announcing any new commitments of financial assistance or other types of aid that Baghdad was seeking today. Morning.
جرى المئات أمام البيت الأبيض احتجاجا على زيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لواشنطن. تلفزيون الجزيرة در اعتراض به سفر نوري المالكي به واشنطن و ملاقات او با اوباما تظاهراتی در مقابل کاخ سفید برگزار شد. در این تظاهرات که توسط اپوزیسیون ایران مجاهدین خلق برگزار شد، تعدادی از شخصیت‌های سیاسی آمریکایی شرکت کردند. نظمها نشطاء مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. عدد من السياسيين والشخصيات الأمريكية ردد المتظاهرون شعارات تندد بالسياسات التي ينتهجها المالكي. تدار کنندگان با سر دادن شعارهای سیاستهای مالکی را محکوم کردند و از باراک اوباما خواستند که مسئولیت کشتار ده ها نفر در کمپ اشرف را به عهده او بگذارد. طالب الرئيس اوباما بتحميل حكومه المالكي المسؤوليه عن مقتل العشرات في مخيم اشرف الذي كان يؤوي عددا من اعضاء مجاهدي خلق. تظاهر عدد من المعارضين العراقيين والايرانيين امام البيت الابيض تنديدا بزياره رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الى واشنطن. تلفزيون اسكاي نيوز مخالفان ايراني و عراقي در مقابل کاخ سفید برای محکوم کردن سفر نوری مالکی به آمریکا تظاهرات کرده. ما دعا ناشطون مؤيدون لجماعه مجاهدي خلق الايرانيه المعارضه واشنطن الى الضغط على المالكي. هواداران سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران از واشنگتن خواستند از مالکی بخواهد فشار بر پناهندگان ایرانی در عراق را متوقف کند. الى الضغط على المالكي من اجل وقف الحمله على مخيم اشرف للاجئين الايرانيين في العراق. تلویزیون البابلیه همزمان با دیدار مالکی از واشنگتن و گفتگو با رئیس جمهور آمریکا، ایرانیان مقیم آمریکا تظاهرات بزرگی در مقابل کاخ سفید در اعتراض به این دیدار سازمان دادند. تظاهر کنندگان مالکی را متهم کردند که در کمپ اشرف مرتکب نقض حقوق بشر شده است. اتهم المتظاهرون المالکی بانتهاك حقوق الانسان في مخيم اشرف للاجئين الايرانيين. آنها خواستار تضمین بین المللی برای حفاظت از ساکنان کمپ لیبرتی شدند. در این تظاهرات تعدادی از شخصیت‌های آمریکایی و عراقی نیز شرکت کردند. آنها نیز نقض حقوق بشر در عراق را محکوم کردند. و شرکت في هذه المظاهره عدد من الشخصيات الامريكيه العراقيه التي اعربت عن افتكارها لانتهاكات حقوق الانسان في العراق.